سلام ماریا. درود آرمین عزیز، خوبی عزیزم؟ خوب هستی؟ ممنون، مرسی. قربانه آقا، من از اول برنامه اومدم، من تو حقم خورده شده، اینترنتم میپرید، دوباره میرفتم آخر لیست با اون آریای دیگه هم اشتباه کلا فکر کنم گرفته شدم، وگرنه اسممو میگفتی که من زودتر میوردی چون از اول بودم. بگذاریم، این دوست قبلیمو الان اومده بود میگفت چجور، خواهش میکنم، میگم چجور انسانی حاضر میشه زجر یه نفر دیگر رو ببینه ولی کاری نکنه، که شما گفتی اون باید خیلی روانی باشه و اینا. من ناخودآگاه یاد خدای اسلام افتادم که حاضر یه دختر رو به خاطر یه خورده بدحجابی چند بار زنده کنه و آتیش بزنه و اون دیگه سطح روانی هم گذرونده. این از این. آرمی گفتی یه خورده کار داری انگار منتظر، تا من خواستم یه خورده در مورد این روزای ایران و خوزستان صحبت کنم اگه که وقت داری، اگه نه بریم بگو بگو. برنامه بعدی. نه بگو بگو. عرضم به حضور، متاسفانه الان چند روزیه که اینترنت خوزستان داخلی شده، مردم آب ندارن، هوا بالای 50 درجه است، برق زیادی قطع و وصل میشه، پلیسا تو خیابون تا دندون مسلحن، اما با این وجود مردم کف خیابون در حال اعتراضن. دوستان شهربالایی به خصوص تهران فکر میکنند الان تو رفاه آرامشن، باور کنند اگر با ما هم صدا نشن بدبختی های ما گردن اونا هم میگیره، پس بیای شما هم تو خیابون با ما حرفتون رو فریاد بزنید، چیزی نمیشه باور کنید. حالا اگر حرفی نداری من یه چند تا انتقاد هم در مورد مردم کنم تو این روزا. باش، من میذارم تو صحبت کنی، من چون این بلوتوثه میشنوم، تو ادامه بده من برمیگردم، تو بگو حرفتو بزن. اوکی. متاسفانه دارم میبینم تو فضای مجازی به خصوص این اینستاگرام ویدیوهای قدیمی گذاشته میشه، وقتی هم میگی چرا میگن برای داغ نگه داشتن اعتراضات، وقتی هم میگی چرا میگن برای داغ نگه داشتن اعتراضات و ترغیب اذان عمومیه که با ویدیوهای قدیمی ها رو میذاریم اینجوری مردم تشویق بشن، که این اشتباس زمینه رو راحت فراهم میکنه واسه کز نشون دادن اعتراضات توسط حکومت. دوستان این کار رو نکنن خواهشن، اینجوری اعتراضات مردم راحت زیر سوال میره توسط حکومت، یا مردم رو تشویق میکنند به اسلحه بردن تو اعتراضات و در کنارش یه ویدیو از مراسم های کشورهای عربی که در اون اسلحه به کار میبرن رو جای الان ایران معرفی میکنن، که واقعا خطرناکه. این ممکنه بعضی ها بگن این حکومت زبون خوش حالیش نمیشه، اینا باید حتما زور بالا سرشو باشه، مردم باید به خشونت متوسل بشن و اینا، که من میگم برادر من الان همین الان مردم کاملا مردم خودستان مسالمت آمیز دارن اعتراضشون میکنن ولی سرکوب میشن، اگه بخواد خشونت هم دست بزنن خود دیگه خیلی بدتر میشه. این بس همین که بیاید خیلی مسالمت آمیز اعتراض کنید ولی همه بیان، که حکومت لاقل ببینه تعداد مردم چقدره، همینش کافیه، همین که کافیه که دیگه نگن توی 23 و این داستان ها نگن که اینا تعداد اندکی هم تعداد کمی هم که دارن اعتراض میکنن، همین که شما بیان مسالمت آمیز اعتراضتون رو کنین یه دنیا ارزش داره. نکته بعدی اشتناخت نداشتن شهرهای دیگه در مورد خوزستانه. یه کم خوزستان لور یا عرب نیستن. دو، اگه ما میگیم مشکل بیابی داریم فکر نکنیم میشه آب معدنی جایگزینش کرد، خیلی از دوستان خوزستانی درآمدش رو از دام و کشاورزی میگذره و آب معدنی نمیشه این مشکلات رو حل کرد، فقط اعتراضات ما اینجوری زیر سوال میره، وگرنه مردم خوزستان ندار نیستن که نتونن از سر کوچه یه آب معدنی بگیرن. ما میگیم کشوری که رو گنج خوابیده حقش نیست اینجور فلاکت بار زندگی کنه، شهری مثل اهواز الان چندین سال آب مناسب لوله کشور خوردن نداره و از آب معدنی استفاده میکنن، این داستان تازه ای نیست. نکته مهم دیگه نوادین شدن خشونت. آرمین میخواست حرف بزنی؟ نه یه چیزی گفتی من متوجه نشدم، گفتی لور و عرب چی تو خوزستان؟ خیلی آرمی فکر میکنن خوزستان فقط لورا و عربان، در صد این که ما داریم مثلا دسپولیا هستن که کلن هم زبونشو جداست. این چرا مهمه؟ اگر
این اهمیتش چیه؟ خب حالا باشن یا نباشن مشکلش چیه؟ نه کلا مشکلی نداره این، کلا واسه یه روشنسازی مردم گفتم، چون مردم خیلی اصرار میکنن تو ویدیو اینا اگه دقت کنی، این میگن لورا عربا فقط با هم متحد بشن تو خوزستان یه جورایی به بقیه بر میخوره اینجا، اینجا فکر میکنم مثلا همه یا لورن یا عربن، درصد اینکه باید همه خوزستان باید متحد بشه در کنار شهرهای دیگه، من صحبت هم بو اینه وگرنه همه محترم هم. من نگرانیم اینه که بعضی بهشون بر بخوره، من نگرانیم فقط اینه که بعضی بهش اگه به کسی نباید بر بخوره که مثلا کسی فکر کنه شما مثلا لور یا عرب هستی، من اینکه لور یا عرب بودن اشکالی نداره، من خودم خوزستانی هم نه مشکلی نداره، من خودم خوزستانی هم، همه هم برادرهای ما هستن و خواهرای ما هستن، مشکلی هم نداره، ولی یه نکته مهم دیگه آرمین تو این روزا اینه که نهادینه شدن خشونت تو مردم کشوره به لطف آموزش ها و رفتار 40 ساله این حکومت فاسد، به گونه ایه که فیلمی در سوشال مدیا مثلا از اعتراضات پست میشه و واکنش مردم به شدت افراطی و دور از عقل و انسانیت. بارها اینجور افراد رو همه ما دیدیم که میگن اگه ایران آزاد بشه همه آخوندا و نظامی ها رو مثلا به تیر برق آویزون میکنیم یا فلان نفر رو نگو. حالا بگذاریم، عزیزان اینجور گفته ها باور کنید به جز نتیجه عکس هیچ چیز دیگه ای نداره. درسته این 40 سال واقعا به تو فشار اومده، ولی خیلی این داستان ها نتیجه عکس داره. اگه ما بخوایم این کارا رو بکنیم پس با وحشی های 57 چه فرقی داریم؟ وقتی این حرف رو میزنی باید حق بدید اون نظامی که تمام توانش رو مایه بذاره برای سرکوب مردم و از اسلحه بگیر تا باهاتون به جون مردم بیفته، از ترس اینکه نکنه حکومت دست مردم بیفته و خودشون و زن و بچهشون رو به بدترین شکل ممکن مردم مجازات کنن. اصلا این شگرد بالا دستی هست و با این حرفا مغز سربازا و نظامی ها شستشو بدن و شما باید با پیام صلح و دعوت به اتحاد و دوستی این دستیسه های حکومت رو نقشه برا کنید تا نظامی ها هم کم کم به مردم بپیوندن و ترس از آیندهشون نداشته باشن. در فردای آزادی یارمین باید هر کس به اندازه جرمش تو دادگاه رسمی و مردمی با قانون مدرن وابسته به حقوق بشر مجازات بشه، نه در خیابون. جز این فکر کنید و بخواید به دنبال انتقام خونریزی باشید، فکر دموکراسی و آزادی عقیده ها رو در فردای ایران از سرتون بیرون کنید و آشمان پاسه همه. این یه صحبتی بود خواستم با دوستان کرده باشم و از تلیفونتون استفاده کنم. مرسی از آره بهترین راه این که مطمئن بشیم یه بگو من میگم یه دوست بیاریم از حالا از کسایی که میشناسید یه خورده در مورد این که چرا این خشونتون مردم نهادینه شده و میبینی زیر این پست‌ها اینا حرف همش حرف از خشونت‌های افراطی و اینا دارن مردم میزنن، یه خورده بحث بشه روی ببین اتفاقا یه چیز دیگه هم بگم، بعضی ما خیلی میگن که ببین از لحاظ اخلاقی و انسانگرایی درست ممکنه شما حرفتون درست باشه، ولی ما به جایی رسیدیم که نه دیگه باید از همه این حرفای اخلاقی بگذاریم، برای اینکه با یه شری در کاری هستیم که این حرفای خیلی سانتیمنتال هست و با صلح و چیزا فلان اینا با این حرفا هیچ به هیچ نتیجه نمیرسیم. اتفاقا به نظر من کاملا برعکسه، شما اگه میخواهید مطمئن بشین که کاراتون به هیچ نتیجه نمیرسه، تمام کسار میتونین همه این کسایی که جمهوری اسلامی هستن رو با هم متحد بکنین علیهتون، با یعنی کسایی حتی کسایی که خود جمهوری اسلامی نیستن ولی برای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، اگه اینا رو میخواین با جمهوری اسلامی متحد بکنین همین حرفا رو ادامه بدین که اینا بفهم اینا احساس بکنن که هیچ شانسی براشون وجود نداره اگه شما پیروز بشین. ولی اگه میخواین بینشون تفرقه راه بندازین و بعضیاشون از جمهوری اسلامی جدا بکنین، بیاین این حرفایی که آریا زد رو بزنید، اون وقت این باعث این تنها شانستون همینه. شما که خودتون که اصلا همینا ندارین، تنها راهش اینه که تفرقه بندازیم بین کسایی که دارن طرف جمهوری اسلامی هستن، بیاین بگین که شما میبخشید، شما یعنی عقده گرایی نمی کنید، حاضرین بپذیرین کسایی که پشیمون شدن و بین خودتون میدونید، اگه کسی هم جرمی انجام شده خیابون و دادگاه جرمشون نمی کنید، به طور انسانی به طور منطقی توی یک دادگاه کاملا انسانگرا، یعنی یک دادگاهی که بر اساس سند و بر اساس عادلانه
آره عادلانه با وکیلی که بتونه بیاد ازتون دفاع بکنه، فقط در اون شرایط کسانی مجازات میشه. این باعث میشه که ترس کسایی که ممکنه که دشمن شما هستن و ترس این که مثلا بتونن بیان حتی فکر بکنن به اینکه دشمنتون دیگه نباشن رو کمتر میکنه. یعنی اینکه این احتمال، ببینید اکثر براندازا وقتی موفق شد که کسی که طرف دشمنتون بود، کسایی که قدرت داشتن و طرف دشمن شما بودن، از طرف دشمنتون جدا شدن، قانع شدن که بیان طرف شما. خب یعنی این بهترین کاره. یعنی و با خیلی از این حرفایی که بعضی براندازا میزنن اتفاقا نتیجهش برعکس این خواهد. یعنی شما اگه میخواین ببینید که بقیه براندازا تو طول تاریخ تجاری موفق شدن، شما نمیتونید فقط استراتژیتون چیپ این باشه که تو خیابون چه کار بکنین، از لحاظ روحی روانی هم باید کاری فکر یه جوری بتونین کسایی که قدرت دارن و روشون تبلیغ مغزی بکنه. و این حرفات به نظر خیلی درست بود. عزیزم کاملا باید هم عقیده هم و این احتمال نیست آرمی. من خودم کلا همه دوست نظامی داریم، دوست بسیجی داریم، دقیقا این فکر رو میکنن. مخصوصا میگن بالا دستی هاشون واسه شست و شوشو مغزی میدن با این روش ها. میگن مثلا فکر میکنن با خودشون مثلا سال 57 وقتی اون وحشی های 57 همچی کاری میکردن با دار دستی طرف شاه، میگن الان اینا هم این سری به قدر رسیدن با ما اینجوری میکنن کنن. و الان هم میبینن تو کامنت ها اینا مردم دارن اینا رو میگن، پس میگن آره 100% همینطوره. ولی اگه مردم بیان آره به صلح و آشتی و دوستی دعوتشو کنن، میگن نه این سری عادلانه است، این سری از این خبرها نیست اون طرف غالب چیه اونو غالب کنه و زجر و داستان و نمیدونم شکنجه و اینا برای طرف مخالف به وجود بیاره. اگه کسی هم گناهی کرده، گفتم توی دادگاه عادلانه به میزان جرمش با وکیل و اینا مجازات میشه، ولی نه اینکه تو خیابون بخواید همچی کاری بکنه. اینا مردم تو رو خدا اینو جدی بگیرن از این سال رد میشه. اون یکی آریای دیگه الان تو لایف چت مثلا داره میگه که ببینید خب تو خیابون اگه دارن آدم میکشن الان شما چجوری میتونید صلح داشته باشید؟ ببینید حق دفاع رو هر کسی داره. خب حق دفاع فرق داره با خشونت گرایی. خب ولی ببینید حق دفاع با خشونت گرایی خیلی فرق داره، جفتش ممکنه تو خیابون اتفاق بیفته، ولی یکی شما دارین اینا رو اشتباه میکنم. آره شما ببین وقتی که یک کسی داره به شما حمله میکنه، شما حق دارین از خودتون دفاع بکنید. خب ولی اگه حملهش به طور مستقیم باشه، ولی یک کسی که اسلحه نداره، شما ببینید دیگه اینا قوانین جنگ. من الان اینجا دیگه نمیتونم صحبت کنم. من قبول دارم که اگه شما وسط یک جنگی هستین، قوانین اونجا یه مقدار فرق میکنه، ولی معنیش این نیست که کاملا به غیر قانونی، یعنی کاملا میتونید همه چی رو از همه اصول اخلاقی رو کاملا بذارین پای مالش بکنین. خب حتی وسط جنگ هم یک شما بعضی موقع میتونید یه کاری بکنین که بخاطر مجبور بودین، به خاطر دفاع از خودتون، به خاطر کسی دیگه ای حمله رو توی همون میدون شروع کرده. شما نمیتونید بگین مثلا شما حمله رو یه جای دیگه شروع کردین، من همین توی میدون که الان شما حمله نکردین من حق دفاع دارم به خاطر یه کار دیگه که فلان کس یه جای دیگه کرده. خب این خیلی دیگه دارین کشه، این دیگه حق دفاع رو دارین یه جوری کش میدین برای بهونه برای خشونت گرایی. خب ولی نه، من حق دفاع رو قبول دارم. اگه کسی داره به طرف شما تیراندازی میکنه در اون شرایط، شما حق دارین از خودتون دفاع بکنید. اون موضوعش بحث دیگه ایه. آرمین جون یه خورده سعی کنیم تو این روزا یه خورده بیشتر در مورد مهمون دعوت کنید، هر جوری که خودت سرآویزونین یه خورده در مورد این چیزا بیشتر صحبت بشه. خوشبختانه تو این چند سال اخیر نسبت به چند سال اخیر مردم خیلی آگاه‌تر شدن و بالاخره فهمیدن که مشکل از ریشه این نظام حکومته و دیگه پاسش نمیدن به مسئولین و این داستان، دیگه فهمیدن ریشه خرابه. فقط یه نکته دیگه مونده، یه مرحله دیگه مونده مردم پاس کنن و همینه، و همینه که مردم به قانون واقعی، حالا تن به قانون واقعی و مردم ایران نچشیدن، باید هم حق بدیم بهشون، باید کم کم به قانون و دموکراسی واقعی ایمان بیارن مردم تا دیگه کم کم مشکلات حل بشه به لطف شما. باشه خیلی حرفات خوب بود، من لذت بردم. بعضی الان من فکر کنم متوجه نمیشن، بعضی هم میگن خب تو خیابون اگه فلان به حمله کرد ما باید جواب بدیم. خب این بحثی که ما آریا داره میکنه یه بحث دیگه است. این دفاع از خوده. شما
آره اون دفاع از خوده، ولی بحثی که ما داریم میکنیم اینه که بعضی ها مثلا شما میگی خب پس این همون منطقیه، ما باید این کارو بکنیم، ولی ببین ما حرفی که داریم علیش صحبت میکنیم یه حرف دیگه است. ما داریم مثلا کسایی رو داریم صحبت میکنیم که میگه که آها جمهوری اسلامی بیفته ما فلان کارو فلان بهمان، حالا من اینجا نمیگم چون روی یوتیوبه، ولی یه سری چیزایی میگن اصلا من وحشت دارم برمیداره. اینا اصلا میگن که اصلا بعضی اکثر براندازا نه امیدوارم، ولی بعضی هاش یه نقشه هایی کشیدن، یه هشتگایی بعضی از موقع مثلا ترند میکنه، یه چیزایی درباره همه آخوندا یه صحبت هایی میکنن که انگار اصلا واقعا خشن، واقعا وحشی. ولی حالا خیلی تو لفتر میگن خب نه بعد از اینکه حکومت جمهوری اسلامی افتاد اون موقع باید همه چی بر اساس قانون و اصول و اینا باشه. خب پس شما دارین با ما هم نظرین دیگه، ما داریم درباره این حرفا، من میگیم این تبلیغ اون حرفایی که مثلا آریالان گفت، این نه تنها فقط بد نیست، حتی به ضرر براندازیتونه. یعنی علیه نقشه هاتون کار میکنه، یعنی شما دارین تبلیغ میکنین که شما تا به خاطر جونتون علیه ما بجنگید. خب یعنی شما دارین تبلیغ میکنین اصلا طرف اگه خست آره اصلا اون نظامی آرمین اگه خستش هم سرکوب نیست، اگر اون نظامی خستش هم سرکوب نیست، وقتی میبینه مردم و کشورش دارن این حرفا و این تهدیدا رو میکنن، ترغیب میشه و تشویق میشه که بیاد سرکوب کنه، برای اون فکر کنه برای دفاع از خودش و خانواده‌اش که داره سرکوب میکنه، باید بهش حق بدید اصلا. ببین یه چیزی اون یکی آریایه داره اینو میگه که من با این مخالفم، میگه ولی جدی نیست جمهوری اسلامی سقوط کنه همه عصبیت ها فروکش میکنه. آریا جان اصلا این تو تاریخو برو بخون، مردم انتقام جوان نشینید، مردم به شدت انتقام جوان و این چرخه خشونت تا ابد پیدا، اگه کسی نیاد جلوشو بگیره تا ابد پیدا آرمی پیدا ما خب بگو چی من تو کلامه میام، یه تو خود ایرانیم، تو وسط ایرانیم، خود دیگه داریم میبینیم به قول تو خشونت مردم در جهده، هم تو کامنت ها هم به صورت شخصی که با مردم برو بیا داریم میبینیم واقعا مردم خشونت به خیلقلش رو رسیده. یعنی اگه یه وقت این رو بشه این نظام اصلا خیلی فاجعه بار میشه، فکر کنم بدتر از 57 بشه اگه ما این آگاه سازی نکنیم. این خیلی حالا من نمیدونم ببین درسته ببین من نمیدونم البته دقیقا پیش بینی کنم، ولی یه چیزی بگم آریا جان، ما عزیزمون رو دست نمیدونم تو عزیزت رو دست دادی به خاطر جمهوری اسلامی؟ نه خب ببین یه مشکلی که هست اینه که ما میتونیم به طور منطقی بیایم ببینیم کاربرد چه چیزی کاربردی داره برای ایران و برای مثلا علیه جمهوری اسلامی اینا، خب ولی یه مقدار قضاوت کردن سخته برای کسی که ببین مثلا ما میگیم انتقام جو نباید باشین، چرخه خشونت بذار من بگم، ما باید جلوی چرخه خشونت رو بگیریم، یعنی تا این تا همیشه ادامه داره. این درست هست، من نظرم این بهترین کار هست، ولی این نحوه نتیجه گیری راحت برای کسی که هزینه‌اش رو نداده. من نمیگم اونا که ببین و منطقی فکر کردن، بعضی موقع برای کسایی که هزینه خیلی دادن سخت میشه. یعنی ما میتونیم الان بیایم بگیم ببین شما باید درسته که هزینه دادین، ولی با اینکه هزینه دادین این روش بهترین روشه برای اینکه بالاترین کاربرد داره. این حرف درست هست به نظر من، خب ولی انتظار بررسی منطقی چه چیزی کاربرد بیشتری داره با گذاشتن کنار با احساسات رو کنار گذاشتن از یه کسی که این همه هزینه داده انتظار خیلی بالاییه. این هم ما باید در نظر بگیریم. یعنی ما خودمون میتونیم این حرف رو بزنیم آریا جان، ولی مثلا اگه من مثلا پدرم و مادرم و خواهرم و برادرم و بچه‌م اگه مثلا به خاطر جمهوری اسلامی از دست داده بشم، ممکنه بگم منطق و کاربرد و همه اینا به درک، من انتقامم رو میخوام. میدونی بزنیم چه؟ یعنی حالا آره میدونم منظور تو، حالا مثلا به جز این داستان که حالا جمهوری اسلامی عزیز تو از دستت گرفته یا نه، ما خود تو زندگی طبیعی خودمون هم میبینیم یه نفر حالا به اشتباه یا به قصد یکی دیگر رو خودش مجازات میکنه و به قانون نمیسپاره و اینا، ما این هم میبینیم کلا یه چیز طبیعی و خشونت که یه وقت جلو چشم کسی میاد یه کاری میکنه، ولی بهترین کارش اینه که یه کاری کنیم لاقل آیندگان یه فرقی بین جمهوری اسلامی و جنایاتش و یه فرقی بین حالا فردا ایران آزاد داشته باشن، نگن بابا اینا این کارو کردن اونا هم این کارو کردن. نمونهش همین آقایی که خانواده‌شو توی هواپیمای اوکراینی از دست داد، نمیدونم باش آشنایی داری یا نه، فکر کنم از تو کانادا هستن،
که همین چند روز پیش تریبون داشت داشت صحبت میکرد و اینا، که گفت باید یه دادگاه عادل باشه، اون طرفی که این جنایت رو کرده باید محاکمه بشه. نگفت من باید انتقام بگیرم، شما انتقامتون رو پس میدم و اینا، این حرفا. مگه این آقا نمیتونه؟ آقا بعضش هم خوبه، نمیتونه دو سه نفر عجیب کنه داخل ایران بیاد از یه چند تا نظامی یه انتقامی بگیره، میتونه قطعا این کارو کنه، ولی اعتقاد داشت به قانون و محاکمه عادلانه. درسته، من نمیگم که نمیشه اینطوری باشه، من قبول دارم که بعضی موقع با اینکه یه نفر هزینه داده ممکن هنوزم بگه که باید عادلانه و اینجور چیزا باشه، ولی من میگم که اگه یک نفر مثلا فرض کنید که مادری که مثلا بچه‌شو به خاطر تو داعش به خاطر داعش دست داده، من میتونم بیام بگم خب این داعش دستگیر شدن و ما نمیتونیم اینا، باید اینا حتما یه جایی باید دادگاهی چیزی باشه که اینا بتونن بیان، چون که الان اسلحه الان دستشون نیست، دستگیر شدن. و کسی که دستگیر شده و اسلحه دستش نیست نمیتونه. بذار من بگم، آره دیدم هایلایت کردم، بذار من حرفم بزنم. ببین ما، من معتقدم کسی که حتی داعشی هم باشه اسلحه اگه دستش نیست دستگیر شده، شما حق ندارید این باید تو دادگاه تو یه جایی عادلانه باش رفتار بشه، حتی بدترین جرم هم انجام میده بشه. خب ولی اگه یک یه مادری که بچه‌ش رو بخواد داعشی ها کشتن، این اگه بگه که نه اینا رو همینجا باید مثلا فلان کنین بهمان کنین، حالا من نمیگم چی، من نمیام به این مادر رو قضاوت بکنم که تو چرا اینجوری صحبت میکنی، ما تو یک جامعه متمدن باید این روش ها شما احساسی هستین، این کاربرد نداره، این باعث میشه که یک جامعه عقب افتاده بمونه، جرم هر چقدر بالا باشه باید یک نفر تو دادگاه بتونه از خودش دفاع کنه، فلان بهمان قبول دارم این باید اینطوری باشه. خب ولی من به اون مادره تو اون شرایطی هم حرفی نمیزنم، برای اینکه نمیشه دیگه. خب بالاخره ما بعضی موقع یه اتفاقاتی میفته که انقدر هزینه یه چیزی از لحاظ روحی روانی انقدر زیاده که انتظار، یعنی ما میتونیم ببخشیم کسایی رو در یه شرایطی اگه نمیتونن آینده نگر باشن، کاربرد یک چیز رو در طولانی مدت ببینن و اینا، دیگه بالاخره باید بخشید کسایی رو که به نظر من یه توی همشه شد. البته خب من باید برم دیگه. آریا جان حرف آخری نداری؟ اینو یه لحظه بذار اینو بگم. آرمین 100% تا حالا دیدی مثلا یه نفر میخوان اعدام کنن، بقیه مردم میان از اون خانواده‌ای که چیز کردن میخوان حکم قصاص بدن به طرف، درخواست میکنن، التماس میکنن که بذارید حالا یه حبس اول بکشه، بذارید که تو زندان باشه، اعدامش نکنید، ببخشیدش و این حرفا. ولی اگه مردم ما میگیم که اگه مردم ما آگاه باشن، اون مثلا اون کسی هم که فرزندشو از جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی از دست داده، اگه مردم آگاه باشن اون خانواده رو تشویق میکنن که به قانون بسپاره جرم فرزندشو اینا رو. ولی اگه همه مردم آتش انتقام داشته باشن که نه دیگه، هر جمعه میشه هر کی میره سمت داستان خودش. درست، یعنی ما باید بریم تبلیغ بکنیم برای اینکه به یک جایی برسه که بچه های دیگری کشته بشن، شما انتقامتون رو بذارید کنار. دقیقا همینجور ازم. دقیقا مرسی از وقتی که بهم دادی ازم. ممنون آریا جان، لذت بردم از صحبت. درود به شما و جمهوری بی خدایان، موفق باشید، خدا نگهدار. خدا. خیلی خب همگی فعلا من باید برم، از زیاد موندم، 2:20 شد. من همیشه میخوام فقط یه ساعت بمونم ولی هیچ وقت نمیشه. حرفتون جالبه، خیلی لذت میبرم از صحبت با شماها. ممنون از کسایی که لایک چت وقت گذاشتن و کسایی که بالا اومدن، شرمنده کسایی که منتظر بودن بیارمشون بالا ولی نیومدن. شرمنده. خواهش، ممنون از همتون. امیدوارم که استفاده کردین. لطفاً این کانال ما رو تبلیغ کنید، کانال جمهوری بی خدایان و یوتیوبش و فیسبوکش و بیشتر یوتیوبش خیلی مهمه. اگه میشه لطفا تبلیغ کنین، ویدیوهایی رو که دوست دارین رو شیر کنین. خیلی مرسی، گاد از نوور، ممنون از ازت. فعلا از همه ممنون فعلا خداحافظ.